من سلام میکنم به همه دوستانی که در جلسه هستن. سلام میکنم خدمت خانم آزاد. ممنون از اینکه امروزتون رو با ما میگذرونین و در این جلسه شرکت کردین. من دوستانی هم که الان جوین کردن رو اکسپت کنم که ملحق شن. جلسه امروز همونطور که توی اطلاع رسانی ها اعلام شد راجع به حق و حقوق و مسئولیت های کارمند و کارفرما هست. یه بحثی هستش که خیلی از دوستان راجبه سوال کرده بودن و دوست داشتن که بیشتر راجبه این مسئله بدونن. از خانم آزاد خواهش کردیم با توجه به سوابقی که دارن، تجربه‌ای که دارن، امروز وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. ممنون ازتون واقعا. و خیلی از سرفصلان امروز بررسی میکنیم، ولی ممکنه که همه مسائل نرسیم که امروز پوشش بدیم. قطعا اگر نیاز باشه جلسات دیگه‌ای رو ترتیب خواهیم داد که به سایر مطالب برسیم. یه سری از دوستان سوال فرستاده بودن برای من خدمت خانم آزاد دادم که در طول جلسه حتما پاسخ داده میشه. اگر دوستان در طول برنامه سوالی دارن، من ازتون خواهش میکنم تو قسمت چت سوالاتتون رو بنویسین و بعد در زمانی که برای پرسش و پاسخ بود به ترتیب سوالا خونده میشه، یا اینکه اگر خواستین سوالتون رو خودتون حتما مطرح کنین، میتونین از اون گزینه ریز هند استفاده کنین، دست بلند کنین و بعد میکروفونا باز میشه و دوستان میتونن سوالشون رو مطرح کنن. ممنون ازتون خانم آزاد، در خدمتتون هستیم. سلام به همه دوستان و خیلی ممنون آقای شکوری، ممنون از اینکه این جلسه رو ترتیب دادین و از همه کارهایی که واسه کامیونیتی ایرانی میکنید. و از شما دوستانم ممنونم که امشب وقتتون رو در اختیار من قرار دادین که راجع به حقوق و وظایف کارفرما و کارمندان در کانادا صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخواستم این نکته رو اشاره کنم که این پریزنتیشن به معنی ادوایس حقوقی یا HR نیستش و مطالبی هم که بیان میشه به هیچ وجه عقاید کارفرمای من نیست. اینا شایعه کار شخصی و داوطلبان است. اول میخواستم بحث و با مذاکره در مورد حقوق صحبت کنم. اصلا قبل از اینکه حالا وارد اون مقوله استخدام بشیم، بعضی ها ممکنه سوال براشون پیش بیاد که خب این حقوقی که به ما پیشنهاد میکنن، آیا صرفا ما باید همین رو قبول کنیم یا آیا میتونیم مذاکره کنیم؟ بستگی داره به جایی که شما میخواییم برین براش کار کنیم. بنابراین من پیشنهاد میکنم اولین کاری که میکنیم تحقیق کنیم. این تحقیق میتونه از طریق سایت هایی مثل گلاس دور باشه و روی گوگل تحقیق ببینیم رنج حقوقی اون سازمان یا اون شغلی که شما میخواییم براش اپلای کنین و استخدام بشین چقدر هست. نکته رو که باید در نظر داشته باشین این که این رنج در هر بخشی ممکنه که متفاوت باشه. مثلا شما یه کار حسابدار در یه سازمان غیر انتفاعی ممکنه حقوقش پایین تر باشه از بخش خصوصی یا بخش دولتی. بنابراین مهمه که اینم توجه کنین که شما الان برای چه سازمانی میخواییم مشغول کار بشین. پیشنهاد دیگه‌ای که دارم اینه که اگر کسی رو توی اون سازمان میشناسین یا در لینکدین باهاش کانکت هستین، حتما با اون فرد راجع به اون سازمان صحبت کنیم، هم از نظر رنج حقوقیش هم از نظر شرایط دیگه کاری و فرهنگ کاری اون سازمان. وقتی که میخواین مذاکره کنین بهتره که یه رنجی رو به کارفرما بدین، یعنی یه عدد خاص رو نگین، یه رنجی رو بدین و بعد شروع میکنیم به این که خب اصلا چرا حالا شما باید مثلا نیمه اون رنج، نیمه به بالا رو به شما تعلق بدن. شروع میکنین راجع به این که سوابق کاریتون چی بوده که الان شما خودتون رو مستحق این میدونین. ممکنه یه تخصص خیلی خاصی داشته باشین یا یه جایی کار کرده باشین قبلا که کاملا مرتبط هست به اون کار اون سازمان. بنابراین اینا رو میخواین که روش تاکید کنین، همچنین تحصیلاتتون رو که به کارفرما نشون بدین که براش ارزش داره که به شما حقوق بالاتری رو بده. ولی یه نکته دیگه اینه که شما باید موقعیت اون کارفرما رو هم در نظر بگیرید وقتی که دارید مذاکره میکنید. این به این معنیه که
ممکنه اونها مشکل بودجه داشته باشن، ممکنه شما دارین برای کاری اپلای میکنین که یونینایزده، به اصطلاح اتحادیه براش وجود داره، اون موقع دیگه دست کارفرما اونقدر باز نیست که بیاد با شما مذاکره کنه. معمولا اون حقوقی رو که از قبل در نظر گرفتن رو به کارمند میدن. اگر بخش خصوصی باشه خب طبیعتاً قضیه فرق میکنه و کارفرما دستش بازتره که به شما حقوق بالاتری رو بده. وقتی که میخواییم مذاکره کنیم به کل پکیجی که دارن به شما میدن نگاه کنیم، نه فقط به حقوق، به خاطر اینکه احتمال داره که به شما مزایا یا بنفیت هم بدن. خب اون بنفیت هم خودش یه ارزشی داره، یه ارزش دلاری میشه براش تعیین کرد. ممکنه که اون سازمان به شما وکیشن بیشتری بده از مثلا سازمان دیگه ای، بنابراین این خودش باز ارزش خواهد داشت. وقتی که دارین مذاکره میکنین کل پکیج رو در نظر بگیرین. مذاکره هم فقط این نیست که راجع به اون حقوق شما مذاکره کنین، میتونین راجع به افزایش مرخصی یا همون وکیشن هم مذاکره کنین. ولی اگر خواستید راجع به بیشتر از یک مورد مذاکره کنین، اینها رو همزمان انجام بدین. یعنی نه یا این یه دونه ایمیل بفرستین بعد مثلا یه هفته بعد مورد دوم رو مطرح کنین، این صورت خوشایندی نداره. اگر خواستید که مذاکره کنین، یکی دوتا موردی رو که میخوان در موردش صحبت کنین رو همزمان مطرح کنید. خب حالا از بحث مذاکره گذشتیم و حالا فرض میکنیم که الان کارمند دیگه استخدام شده، چه چیزهایی رو ما باید بدونیم؟ نکته اینه که در کانادا قوانین استخدامی در واقع بعضی بستگی به نوع شغل و صنعت ممکنه تابع قوانین فدرال باشن، مثلا خود دولت فدرال یا کراون کورپوریشن ها مثلا نف کانادا، مثل دیفنس کانستراکشن کانادا، بانک آف کانادا، اینا کراون کورپوریشن هن، ولی با اینها تابع قوانین فدرال هستن. بعد قوانین قضایی هست مثل کامن لا و سیویل لا در کبک. سیویل لا شبیه قانونی که ما در ایران داشتیم، ولی بقیه کانادا به جز کبک تابع کامن لاه. کامن لا یعنی یه مواردی نیست که به صورت قانون مثلا یه کتابی باشه که شما قاضی بره همیشه روی اون کتاب رو نگاه کنه بگه خب بر اساس این مورد رأی من اینه. کامن لا به این صورته که وقتی یه موردی پیش میاد یه قاضی راجع به اون مورد یه رأی میده، حالا بر اساس تحقیقی که میکنه، این رأی میشه پرسیدنس، یعنی یه سابقه برای اون موضوع خاص ایجاد میکنه. قاضی های بعدی هم به اون رأی قاضی قبلی نگاه میکنن برای رأی دادنشون. پس بنابراین سیستم های حالا به هر حال استخدام هم ممکنه بعضی وقتها به دادگاه کشیده بشه کارفرما، بنابراین تابع کامن لا خواهد بود وقتی که این اتفاق بیفته. ولی عمدتاً وقتی که راجع به قوانین استخدامی صحبت میکنیم قوانین استانی هستن، بازم میگم عمدتاً، نه همیشه. و اسم اون قانون اصلی که حاکمه هست Employment Standards Act یا ESA به طور مختصرش. همونطور که گفتم بعضی از صنایع تابع قوانین فدرال هستن، یعنی Federally Regulated هستن، اونها از Employment Standards Act پیروی نمی کنن. اونها شامل قانون Canada Labor Code هستند. بنابراین اگر که شغلتون دولتیه، حالا خواستین برین راجع به شرایط کاریتون بیشتر مطالعه کنید، میتونید به Canada Labor Code مراجعه کنید. من امشب بیشتر راجع به Employment Standards Act که استانی هست صحبت می کنم. حالا صنایعی که تحت پوشش قانون فدرال یا کانادا لیبر کود هستن، تلکامیونیکیشن مثل شرکت‌های تلفن و مخابرات و موبایل، برادکاستینگ یعنی تلویزیون و رادیو، خطوط هوایی، حمل و نقل بین استانی که اوسی ترانسفام جزوش میشه به دلیل اینکه اوسی ترانسفام هم
به کبک اتوبوس داره و بانک ها معمولا، خب البته دولت فدرال هم طبیعتا جزشه، بقیه صنایع معمولا تحت پوشش Employment Standards Act هستن. رابطه کاری کارفرما و کارمند در واقع یک قرارداده که این قرارداد عمدتاً به صورت نوشته هستش، ولی در بعضی موارد میتونه شفاهی هم باشه، بستگی حالا به جایی که کار میکنیم، چون قرارداد شفاهی هم به عنوان قرارداد در اونتاریو به رسمیت شناخته میشه، ولی اکثر موارد شما میبینین که قرارداد به صورت نوشته و کتبی است. اگر در قرارداد شما مدت زمانی ذکر نشده باشه، این یعنی قرارداد دائمه یا indefinite یا permanente، حالا هر کدوم از این اصطلاح ها رو میتونیم براش به کار ببریم، ولی در غیر این صورت یه ترم خاص یا دوره خاصی داره، دوره آزمایشی ممکنه که داشته باشه، probationary period یا آزمایشی، که این دوره probationary period قانونی براش وجود نداره که لزوماً باید چه مدتی باشه. بعضی جاها 3 ماهه، یعنی عرف 3 ماهه، ولی بعضی جاها 6 ماه ممکنه باشه، 1 سال، حتی من 2 سال هم دیدم که probationary period میذارن. بنابراین کاملا بستگی داره به اون جایی که شما درش کار میکنید. ولی کاری اگر که به صورت دائم یا indefinite باشه، باز هم در چند حالت میتونه خاتمه پیدا کنه. یکیش اینه که میتونه با یه دلیل موجه از طرف کارفرما باشه، که در این صورت کارفرما حتی لازم نیست هیچ نوتیسی به کارمندش بده، میتونه در جا اون رو اخراج کنه، یا میتونه بدون هیچ دلیل موجهی باشه. مثلا اینی که ممکنه بخوان اونا ساختار ارگانیزیشنشون رو، استراکچر رو تغییر بدن، حالا دیگه به اون شغل خاص ممکنه نیاز نداشته باشن، بخوان کسی رو لیافش کنن. در اون صورت باید نوتیس بدن به کارمند، یا به جای نوتیس بهش باید میگن pay in lieu، یعنی یه حقوق یا یه دستمزدی به جای اون نوتیس باید بهش بدن. حالت سوم هم اینه که خود فرد استعفا بده که نخواد دیگه کار کنه، که اون مینیمم معمولا 2 هفته باید نوتیس بده، اطلاع بده که من از 2 هفته دیگه نمیام. این معمولا توی قرارداد نوشته شده که این نوتیس پیریود چقدر هست، معمولا 2 هفته است، ولی میتونه بر اساس سازمان یا بر اساس شغلی که کارمند داره 4 هفته 6 هفته هم باشه این نوتیس پیریود. حالا یک کمی بحث termination with notice یا همون قسم قضیه pain due رو میخوام بیشتر توضیح بدم. برای اینکه این کار انجام بشه، همون Employment Standards Act یا ESA بعد در نظر گرفته بشه، هم Common Law و در Quebec Civil Code. حالا عواملی که تو تعیین این قضیه مؤثره چیه؟ یکی مهمترینش اینه که اون کارمند چقدر برای اون کارفرما کار کرده. دومین مورد اینه که میزان کل دستمزدی که اون کارفرما در کل دنیا میده چقدره. بیشتر از 2.5 میلیون دلار باشه، باز شرایط دیگه ای داره. مورد سوم این که اون سازمان الان در آن واحد داره چند نفر رو لی‌آف میکنه یا ترمینیت میکنه. بعد از جنبه کامن لا، یعنی فرض کنین که الان یه کارمندی خواسته بره شکایت کنه، قاضی چه چیزایی رو نگاه میکنه؟ باز نگاه میکنه که اون فرد چند وقت برای اون سازمان کار کرده. طبق اون Employment Standards Act شما اگه کمتر از 1 سال برای یه جای کار کرده باشین، کارفرما موظفه فقط به شما 1 هفته نوتیس یا 1 هفته پینگلو بده. این رقم همینطور بابت هر سالی میره بالا تا 8 سال، یعنی 8 هفته نوتیس یا 8 هفته پینلو. نکته دیگه که توی کامن لا در نظر گرفته میشه سن فرده. طبیعتاً خب هرچی سن فرد بالاتر باشه،
احتمال اینکه بعد از اینکه ترمینیت شد بتونه کار مشابهی پیدا کنه سخت‌تر خواهد بود. نکته بعدی اون پوزیشن یا شغلیه که فرد در اون سازمان داره. طبیعتاً هرچی که پوزیشن بالاتر باشه باز پیدا کردن کار براش مشکل تر خواهد بود. و مورد آخر هم شانس این که اون فرد بتونه یه کار مشابهی و مناسب با تحصیلات و سابقه کارش پیدا کنه چقدر هست. حالا اون ترمینیشن با یه دلیل موجه نیازمند این که یه دلیل عمدی پشت قضیه باشه. مثلا این که کارمند اومده دزدی کرده. خب اون موقع دیگه میشه termination for just cause و هیچ نوتیس یا پولی هم دیگه کارفرما نباید بده. اینی که کارفرما بیاد بگه خب این کارمند کارشو خوب انجام نداده دلیلی نیست که بیاد کارفرما ترمینیت کنه با جاست کاز. میتونه ترمینیت کنه بدون کاز ولی نه با جاست کاز. نکته بعدی مبحثی هست به اسم constructive dismissal. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که کارفرما به طور یک جانبه بیاد تعداد ساعت‌های کاری یک کارمند رو یه دفعه کم کنه یا شرایط کاریش رو به شدت عوض کنه به طور یک جانبه و کارمند دیگه سر کار نره به این دلیل، اینو در نظر نمیگیرن به این شکل که بگن خب این کارمند استعفا داده، خب خودش نیومده. نه، به خاطر اینکه این به این دلیل بوده که کارفرما به طور یک جانبه یه دفعه ساعت‌های کاری رو یا کم کرده یا شرایط رو خیلی عوض کرده و در این شرایط اگر فرد به دادگاه مراجعه کنه حتما دادگاه حکم میده که خب باید این به اصطلاح به اندازه اون نوتیس پیریود بهش پرداخت بشه و حتی شاید خسارت هم بهش پرداخت بشه. ولی این که اصلا این موضوع یا این اخراج constructive dismissal بوده یا نه هم خب طبیعتا اینو دادگاه تعیین میکنه. ولی یه نکته ایه که اگر براتون پیش اومد طبیعتا میتونین با یه وکیل راجبش مشورت کنین. حالا چه قوانین دیگه‌ای به جز اون Employment Standards Act که اشاره شد وجود داره؟ قوانین دیگه‌ای هم در مورد استخدام و قوانین کاری هست، مثل قوانین حقوق بشری، Labor Relations یا همون رابطه با یونین ها، اتحادیه ها، Privacy یعنی اطلاعات شخصی شما، قانون هست که به چه صورت کارفرما این رو باید حفظ کنه، چه کسانی بهش دسترسی خواهند داشت، برای این قانون وجود داره. Pay Equity یعنی اینکه افرادی که کارشون یکسانه حقوقشون هم باید یکسان باشه، مثلا مرد و زن اگر کارشون یکیه حقوقشون هم باید یکی باشه. Workers Compensation که وقتی اگر کارمندی سر کار عین انجام کار جراحتی بهش وارد بشه، نکته مهم این که حین انجام کار باید باشه، بهش workers compensation تعلق میگیره. یعنی بهش تا موقعی که حالت از کار افتادگی داره و بهبود پیدا نکرده و نمیتونه برگرده سر کار بهش حقوق میدن. این حقوق از کجا میاد؟ از Workplace Safety and Insurance Board. این حقوق رو خود کارفرما نمیده، همه کارفرماها یه بیمه پرداخت میکنن به Workplace Safety and Insurance Board که در چنین مواقعی اون وقت Workplace Safety and Insurance Board یا همون WSIB به کارمند از اون منبع تا موقعی که نمیتونه برگرده سر کار حقوق میده. قانون بعدی Occupational Health and Safety یعنی ایمنی و سلامت سر کار که وظایفی رو برای هم کارفرما هم کارمند در مورد ایمنی و سلامت سر کار قائل شده. حالا یه مقدار بیشتر راجع به هر کدوم از این قوانین میخوام توضیح بدم. قانون حقوق بشر در آنتاریو چندین پروتکتد گراوند داره، یعنی چندین زمینه داره که
افراد تحت پوشش این قانون قرار می گیرن و بر اساس این موارد یا شرایط نباید هیچ گونه تبعیضی علیهشون صورت بگیره. مورد اول سن هست، یعنی کارفرما حق نداره به خاطر اینکه فردی سنش مثلا حالا دیگه رفته بالای 50 سال اون رو استخدام نکنه. مورد دوم رنگ، نژاد و به اصطلاح اجداد اون شخص هست، ملیتشه، قومیت شخصه، اینی که از کجای دنیا اومده، به چی اعتقاد داره، یعنی دینش، اعتقاداتش، اینه که حالا دیسابیلیتی داره یا ممکنه داشته باشه. اینا نباید باعث بشه که مورد تبعیض قرار بگیره، مثلا حالا به صرف این که کسی روی ویلچره و نمیتونه راه بره بهش کار ندن. وضعیت خانوادگی شخصه، اینه که حالا بچه داره یا نداره، اینا نباید باعث بشه که بهش کار ندن یا موقعی که داره کار میکنه تبعیض قائل بشن. وضعیت تحول شخص، هویت جنسیش و بیان اون هویت جنسی، و اینی که شخص قبلا اگر جرمی رو مرتکب شده به خاطر اینکه قبلا جرم مرتکب شده مثلا بهش کار ندن، اینم باز البته همیشه نیست. بعضی از کارها نیاز هست که شما پلیس رکوردز چک براش بیارین، که یعنی نشون بدین که هیچ وقت جرمی رو مرتکب نشدین، ولی به صرف این که شما میخواین کار کنین نمیشه این رو به همه مشاغل به اصطلاح تعمیم داد و گفت که به صرف این که کسی جرمی رو مرتکب شده دیگه هیچ وقت نمیتونه کار کنه. مورد بعدی جنسیت هست، یا مثلا بارداری و شیردهی، و مورد آخر هم گرایش جنسی. پس کارفرما بر اساس هیچ کدوم از این موارد حق نداره تبعیض قائل بشه. قانون Occupational Health and Safety، سلامت و امنیت کار، هم باز تحت پوشش استان هست، یه قانون استانیه و مسئولیت هایی رو بر عهده مالکین یه بیزنس، صاحبین بیزنس، مدیران، سوپروایزر ها و کارمندان میذاره. یعنی چی؟ یعنی کارفرما موظفه که ترینینگ بده به کارمندش، تمام نکات ایمنی رو متذکر بشه، کارمند هم در قبال اون وظیفه داره که اینها رو رعایت بکنه و اگر دید که جایی مشکلی هست اون رو گزارش بده. مسئله دیو دیلیجنس هست، یعنی چی؟ یعنی که کارفرما باید تا حد امکان، تا حدی که معقوله و ممکنه، تمهیداتی رو ببینه که از تصادفات و جراحات سر کار جلوگیری کنه. مورد بعدی خشونت در سر کار و آزار هست، که این هم زیر مجموعه Occupational Health and Safety هست. بعد مبحث یونین ها یا اتحادیه ها هست. در جایی که یونین نیست قراردادها شخصیه، یعنی هر شخصی قرارداد جدایی داره، میتونه سالریش رو نگوشییت کنه جداگانه، میتونه وکیشنش رو نگوشییت کنه و میتونه به اصطلاح قرارداد فردی با فرد دیگه متفاوت باشه. در جایی که یونینایزد هست یا اتحادیه ها وجود دارن، قرارداد فردی نیست، گروهیه و بهش میگن collective agreement، قرارداد گروهی یا دست جمعی. و به این شکل هست که اتحادیه با کارفرما وارد مذاکره میشه از طرف اعضاش و به نتیجه هایی که میرسن دیگه این به همه تعمیم داده میشه. مثلا اگر مذاکره کنن که خب همه باید 3 هفته وکیشن داشته باشن، این دیگه به همه تعمیم داده میشه. دیگه نفر X نمیتونه بگه که من حالا 4 هفته وکیشن میخوام، چون دیگه همه مثل همه. یه نکته دیگه که شاید حالا اگر در یه محل کار یونینایز کار کنیم، بازم بستگی به یونین داره، همه یونین ها این رو شامل نمیشن، ولی بعضی یونین ها یه مبحثی رو دارن به اسم سینیوریتی، یعنی
کسی که بر اساس تعداد سنوات خدمت سینیوریتی پوینت میگیرن و این سینیوریتی پوینت هاشون هرچی بیشتر کار کنن بیشتر میشه. حالا مزیتی که این سینیوریتی پوینت داره چیه؟ اینه که در بعضی جاهای یونینایزد حتی وقتی که مرخصی میخوان بگیرن، اول اون کسی که سنوات خدمتش یا سینیوریتی پوینت هاش بیشتر از همه است حق داره انتخاب کنه که چه موقعی بری وکیشن. کسی که تازه وارد اون سازمان یا یونین شده آخرین انتخاب رو به اصطلاح داره برای وکیشن رفتن. در مواقعی که بخواد اون کارفرما لیاف کنه، اگر مثلا یه کارمندی رو که سنوات خدمتش بیشتره لیاف کنه، اون کارمند حق داره بیاد یه کارمند دیگه رو بهش میگن اصطلاحاً بامپ کردن، یعنی یه کارمندی رو با سنوات خدمت کمتر اونو بامپ میکنه، اون وقت اونو لیاف میکنن، یعنی میاد میگه نه من چون سنوات خدمتم بیشتره من کار این فرد رو میخوام، اون وقت اون فردی رو که سنوات خدمتش کمتره بیرون میکنه. در اینجا این حالا یونین ها درسته که مثلا یه مقداری به اصطلاح پروتکشن بیشتری ممکنه کارمند داشته باشه، ولی این به اصطلاح جنبه های دیگر رو هم داره در کنارش. نکته دیگه که کار یونینایز داره مسئله شکایت یا حالا اصطلاحی که هست میگن گریونس. کسی که یونینایزده اگر اخراج بشه نمیتونه مراجعه کنه به دادگاه برای شکایت، باید از طریق یونین اقدام کنه، یعنی گریونس رو از طریق یونین انجام میده و یونین یه نفر رو به عنوان حکم یا آربیتریتر انتخاب میکنه و اون آربیتریتر هر حکمی که بده بایندینگه، یعنی بعد اون حکم دیگه لازم الاجراست. پس فرقش اینه که کسی که یونینایزده نمیتونه بره به دادگاه مراجعه کنه، باید از طریق یونین حتما شکایت کنه. مسئله بعدی قرارداد کاری فردیه که یه سری موارد معمولا به طور عرفی توی همه قراردادها هست، بعضی ها ممکنه حالا همه این موارد رو نداشته باشن، بعضی ها ممکنه بیشتر از این رو داشته باشن، ولی حالا این چیزایی که من بیشتر دیدم و اینجا آوردم. یکی این که باید ذکر کنه که شرایط کاری چیه، مثلا تعداد ساعتهای کاری توی قرارداد معمولا باید بیاد. اینه که قرارداد ایندفینیته، یعنی حالا هم دائمیه، یا اینکه یه دوره خاصی داره، فول تایم، پارت تایم، یا همون کژوال که گفتم تعداد ساعت خاصی نداره، به اصطلاح باید ذکر بشه که کدوم یکی از این هاست. دوره پروبیشنش معمولا توی قرارداد ذکر میشه که حالا 3 ماه، 6 ماه، 1 ساله، هر چقدر که هست اینجا آورده میشه. نکته که خیلی مهمه اینه که در دوره پروبیشن ایمپلویر یا کارفرما میتونه که به راحتی کارمندش رو خیلی خیلی راحت بیرون کنه و حتی نوتیس یا پیمنت این لیو هم نباید بهش بده. مسئله بعدی کامپنسیشن یا به اصطلاح اون حقوق و مزایایی که فرد دریافت میکنه که در قرارداد میاد. مسئله اوور تایمه که این اوور تایم چطوری پرداخت میشه. اوور تایم طبق ایمپلویمنت استندردز اکت 1.5 برابر هر ساعت کاریه، ولی بعضی از ایمپلویرها ممکنه بگن که اون اوور تایم رو به صورت تایم این لیو، یعنی به جای اینکه حقوق یا اوور تایم رو به صورت مالی جبران کنن، به صورت زمانی که اضافه تر برای مرخصی میدن استفاده میکنن. یعنی مثلا شما اگر که 5 ساعت این هفته اوور تایم کار کردین، هفته بعد 5 ساعت به جاش میتونین کمتر کار کنین. باز اینم یه چیزی که بین کارفرما و کارمند معمولا اگریمنت داره. مسئله دیگه که ذکر میشه در قرارداد اون موارد یا بندهای مربوط به ترمینیشنه که در چه صورتهایی کارمند ممکنه ترمینیت بشه. مسئله بعدی نگهداری یا حفظ اطلاعات کانفیدنشال یا محرمانه است
که کارمند وظیفه داره اطلاعات محرمانه رو حفظ کنه، نگه داره. conflict of interest یعنی تضاد منافع، یعنی موقعی که منافع کارمند با منافع کارفرما تضاد داشته باشه، کارمند منافع کارفرما رو باید در نظر بگیره. حالا یه مثال این، مثلا کسیه که در قسمت پروکیورمنت یا خرید یه شرکتی اگر کار میکنه، فرض کنین یه دوستی داره که حالا متریالی که این شرکت لازم داره رو این دوست میفروشه، بعد بیاد بدون این که بره از سه تا سپلایر قیمت بگیره و ارزون ترین رو انتخاب کنه، به صرف این که دوستش هم همین متریال رو میفروشه، بره سراغ دوستش حالا و از دوستش اینو بخره. این میشه conflict of interest، یعنی تضاد منافع کارمند با کارفرما، و این اصلا حتی ممکنه که موجب اخراج فرد بشه. مسئله بعدی حفظ حقوق معنویه. معمولا شما وقتی در سازمانی کار میکنین، اگر که تحقیقی انجام میدین، داکیومنتی رو تهیه میکنین، پرزنتیشنی رو تهیه میکنین، تمام حقوق معنوی و مادیش متعلق به کارفرماست. مسئله دیگه restrictive covenant. بعضی از قراردادها یه سری محدودیت‌ها رو برای فرد حتی بعد از اتمام قرارداد ایجاد میکنه. مثلا بعضی از شغل‌های فروش توی قرارداد می‌نویسن که بعد از اینکه قرارداد تموم شد، اون فرد حق نداره با مشتری‌های اون شرکت در ارتباط باشه، یا یه مورد دیگه اینه که حق نداره با شرکت‌های مشابه که مثلا در همون شهر زندگی می‌کنن تا مثلا 6 ماه یا 1 سال بعد از اینکه قراردادش تموم شد یا حالا رفت یا اخراج شد کار کنه. حالا اینا ولی خیلی چیزای عرفی نیست، یه مشاغل محدودی هستن که ممکنه این بندهای restricted یا محدود کننده رو توی قرارداد قرار بدن. بعضی وقتا قرارداد ممکنه کاندیشنال باشه، یعنی یه شرایط، کاندیشن یا شرایطی داشته باشه. مثلا قرارداد رو می نویسن ولی میگن conditional upon a clear police record check، یعنی به شرط این که طرف بتونه بعدن یه نشون بده که هیچ جرمی رو مرتکب نشده. یا مثلا conditional upon French language assessment، قرارداد شرطیه مشروط به اینه که طرف اون امتحان فرانسه رو بتونه اون با اون لولی که باید بگذرونه. یا در کارهای دولتی مسئله security clearance هست که اون فرد میتونه اون security clearance رو بگیره یا نه. پس اینا رو به صورت conditional ممکنه که بذارن. حالا یه نکته که خیلی مهمه اینه که ایمپلوی یا کارمند با ایندیپندنت کانترکتر، یا حالا نمیدونم در فارسی فکر کنم مقاطع کار میگن، درست نمیدونم، یه تفاوت خیلی خیلی عمده ای داره و این ایمپلویمنت استانداردز اکت، این قانون ها شامل ایندیپندنت کانترکتر نمیشه. ایمپلوی کسیه که یه حقوقی داره میگیره از کارفرما، وقتی که میره سر کار اگه با کامپیوتر کار میکنه، کارفرما اون کامپیوتر رو در اختیارش قرار میده. اگه برای کارش ماشینی لازم داره، کارفرماست که اون ماشین رو در اختیارش قرار میده. ایندیپندنت کانترکتر اینطور نیست. ایندیپندنت کانترکتر خودش در واقع اون وسایل مورد نیاز کارش رو باید تامین کنه. مثلا اگه کامپیوتر برای کارش لازم داره، اگه ماشین لازم داره، اگه موبایل لازم داره، اینها رو خودش تأمین میکنه و حقوق هم دریافت نمیکنه. ممکنه که کار مثلا به این صورت باشه که شما اگر که مثلا 5 تا مثلا بیمه فروختی انقدر پول میگیری، یا کاملا کمیسیون بیست باشه، اون میشه independent contractor. ولی حالا شما اگر employee باشین، یه سری موارد خیلی اصلی در Employment Standards Act بهش اشاره شده که شامل همه کارمندان میشه، و Employment Standards Act مینیمومیه که یه کارفرما باید وظیفه داره در اختیار کارمندش قرار بده. این مینیمومه
ولی بعضی جاها شما در بخش خصوصی به خصوص وقتی میرین کار میکنی یا حالا حتی دولت از این مینیمم خیلی بیشتر به شما میدن، چه از نظر حقوق، چه از نظر مرخصی، سکلی و مرخصی های دیگه. ولی همه کارفرماها موظفن این مینیمم رو به کارمنداشون بدن. مینیمم حالا چیه؟ اول که مینیمم ویج اون دستمزد ساعتی پایه یا حتی اقله که اونا همه وظیفه دارن بدن. ولی خب اکثرا میبینین که حقوق یا درآمد بیشتر از این هست. بعد حد اکثر تعداد کار در هفته است که تعیین شده در قانون که کارمند در هفته حد اکثر چند ساعت میتونه کار کنه که این 44 ساعته. بیشتر از 44 ساعت بهش اوورتایم یا اضافه کاری تعلق میگیره که اوورتایم هم 1.5 برابر هر ساعت دستمزد هست که همونطور که گفتم یا میتونه به صورت مزد پرداخت بشه یا میتونه به صورت تایم این لیو، یعنی شما به جاش زمان برمیداریم. بعد پابلیک یا ستاتوتوری هالیدی هستش که یه سری ستاتوتوری هالیدی در آنتریو هست. دولت فدرال یه مقدار بعضیش تفاوت داره، مثلا دولت فدرال November 11th Remembrance Day رو داره که دولت پروینشال اگه شما کارتون پروینشاله اون رو ندارین معمولا. اگر کارتون با دولت فدرال یا صنایع وابسته شما در عوض فامیلی دی رو نخواهید داشت، ولی اگر کارتون پروینشالی رگولیتده و تابع قوانین استانی خب فامیلی دی رو خواهید داشت. نکته این دیگه این که در مورد این پابلیک هالیدی مهمه که بدونین اینه که یه چیزی در موردش وجود داره به اسم First and Last Rule، یعنی کی بهش این پابلیک هالیدی تعلق میگیره، پابلیک هالیدی پی که در واقع بیشتر از این مزد عادی روزمره است، که اگر شما در پابلیک هالیدی کار کنین به چه صورتی مثلا تشخیص داده میشه که به شما یه پریمیومی تعلق میگیره. نکتهش اینه که باید روز قبل از اون هالیدی پی و روز بعدش روزی باشه که شما به طور نرمال و عادی کار میکنید. مثلا شما اگه ریتیل کار میکنین ولی خب روز قبل از اون پابلیک هالیدی اسکیجول نشدین که کار کنین، اون موقع اون پابلیک هالیدی پریمیوم پی به شما تعلق نخواهد گرفت. و وقتی هم که این پریمیوم پی رو میخوان محاسبش کنن نگاه میکنن به اون حقوق شما در اون 4 هفته قبل از اون پابلیک هالیدی که اون 4 هفته چقدر حقوقتون بوده. اگر وکیشن رفتین که خب هیچی، اگر نرفتین چون به جای وکیشن کارفرما میتونه به شما 4% حقوقتون رو بده، اون 4% رو حساب میکنن که بعد جمع میکنن با اون کل حقوق شما در 4 هفته گذشته تقسیم بر 20 که این میشه اون پریمیمی که باید به شما بابت اون پابلیک هالیدی داده بشه. چیز دیگه که در Employment Standards Act در نظر گرفته شده Vacation with Pay که شما بعد از 1 سال کار 2 هفته مرخصی بهتون تعلق میگیره که اینم باز گفتم مینیمومه. شما ممکنه جایی کار کنین که به شما 3 هفته وکیشن بده و لازم هم نباشه که 1 سال صبر کنین تا اون وکیشن رو به شما بدن. ممکنه جایی کار کنین که 4 هفته وکیشن بهتون بده و معمولا هم بعد از 5 سال میشه 3 هفته این وکیشن، که باز میگم حالا اگر جای دیگه کار میکنین ممکنه خب حالا بعد از 5 سال بشه، اگر از اول 3 هفته داشتین خب بعد از 5 سال ممکنه بشه 4 هفته. حالا چه چیزایی از حقوقی که به شما میدن کم میشه؟ Employment Insurance یا EI از حقوقتون کم میشه که معمولا 1.58% CPP یا Canada Pension Plan هست که 5.45% فدرال تکس یعنی تکس دولت فدرال و تکس دولت پروینشال از حقوقتون کم میشه. بعضی جاها RRSP دارن، همه جا اینو ندارن که باز یکی از به اصطلاح سرمایه گذاری های بازنشستگیه که شما یه مبلغی از حقوقتون رو هر ماه به این
RRSP کانتریبیوت میکنین و معمولا اون کارفرما هم یه مقداری از اون رو مچ میکنه، یعنی همونقدر که مثلا تا یه سقفی از اونی که شما میذارین کارفرما هم برای شما میذاره. باز تاکید میکنم این همه جا نیست، بعضی از محلهای کار اینو دارن. معمولا کارهای دولتی RRSP ندارن، پنشن دارن، حقوق بازنشستگی دارن و بازم میگم این پنشن معمولا کار دولتیه، حالا استثناء ممکنه باشه ولی عمدتا شما در کارهای دولتی یا در کران کورپوریشن ها پنشن رو میبینید. اگر به سایت canada.ca بعد تکس بعد سالری دیدکشنز مراجعه کنین، یه آنلاین کلکولیتر اونجا هست که میتونین اون مواردی که مربوط به شماست، یعنی حقوق خودتون رو بزنین، بعد تمام این چیزایی که باید کسر بشه رو براتون محاسبه میکنه توی اون آنلاین کلکولیتر. حالا چه این سی پی پی دیدکشن یا اون سی پی پی که از حقوق شما کسر میشه به چه صورته؟ نگاه میکنن ببینن مکسیموم حقوقی که ازش پنشن کم میشه که امسال در سال 2021 61600 هست، اینو در نظر میگیرن و $3,500 اول حقوق شما رو معافه، یعنی از اون $3,500 اول هیچی سی پی پی کم نمیشه. و در همونطور که گفتم این سی پی پی 5.45%. کیو پی پی که مال کبکه، مال کبک فرق میکنه، اون 5.9% هستش. بعد ای آی هست که کم میشه، مکسیموم $56,300 رو در نظر میگیرن برای اینکه ای آی ازش کم کنن. کارمند 1.58% رو میپردازه و کارفرما 2.21% رو میپردازه. حد اکثری که از کارمند کم میکنن در سال $889.54 و حد اکثری که ایمپلویر یا کارفرما پرداخت میکنه $1,245.36 هست. قسمت بعدیش هم مربوط به کبک هست که من حالا خیلی واردش نمیشم. بعد مبحث بعدی یا مقوله بعدی که در Employment Standards Act هستش هم با اقسام مرخصی هاست که این مرخصی ها نکته مهمش اینه که همشون آن پیدن به جز یه دونش که 5 روزش پیده، بقیه همه آن پیدن و شما اگر بخواین از اینا استفاده کنین میتونین تقاضا به درخواست ای آی یا ایمپلویمنت اینشورنس بدین برای اینکه از این مرخصی ها استفاده کنین، چون که کارفرما پولش رو معمولاً نمیده. باز کلمه معمولنه به خاطر اینکه بعضی از کارفرماها سیکلی و پید به کارمنداشون میدن، اون مرخصی پرنتال حالا یا مرخصی زایمان یه مقداری علاوه بر اون ای آی که فرد میگیره اون کارفرما هم میپردازه، ولی مجبور نیست این کارو بکنه و همه کارفرماها هم این پرداخت رو انجام نمیدن. حالا اولیش مرخصی بارداری هست که فرد میتونه تا 17 هفته بدون حقوق مرخصی داشته باشه. مرخصی پرنتال حالا یا زایمان در ایران ما میگیم، ولی اینجا پرنتاله، به دلیل اینکه هم مرد میتونه مرخصی رو بگیره هم زن، ولی با هم نه، یعنی اگر یکیشون این مرخصی رو گرفت اون یکی نمیتونه بگیره، ولی میتونه مثلا یکیشون حالا یه مقدارش رو بگیره، چند هفتهش رو بگیره، اون یکی چند هفته دیگر رو. اگر از مرخصی بارداری استفاده نکرده باشن تا سقف 63 هفته میتونن مرخصی بگیرن و اگر استفاده کرده باشن تا سقف 61 هفته. بعد سکلیف هست که تا 3 روز باز بدون حقوقه، ولی میگم بعضی از کارفرماها هستن که خیلی بیشتر از 3 روز و حقوق هم میدن. بیریفمنت لیو یعنی شما اگر کسی در خانوادتون فوت شده باشه میتونین 2 روز مرخصی بدون حقوق بگیرین
باز اینجا خیلی کارفرما هستن که بیشتر از این میدن و حقوق هم میدن بابتش. Family Responsibility Leave، مرخصی که مثلا شما فرزندتون رو میخواییم ببرین پیش پزشکی، یا دیکر فرزندتون مثلا یه دفعه کنسل شده، خب شما میتونین از اون Family Responsibility Leave استفاده کنین 3 روز در سال، ولی باز هم به اصطلاح unpaid هست، حقوقی بابتش تعلق نمیگیره در ESA، ولی کارفرما اگر دلش بخواد میتونه حقوق هم بابت این بده. Family Caregiver Leave که 8 هفته هستش، که شما از فردی که در خانوادتون مریضه اگر دارین مراقبت میکنین میتونین از این مرخصی استفاده کنین، و خب 8 هفته است اگر میتونین برین تقاضای EI بدین. Family Medical Leave، Medical Leave حالا با Caregiver Leave یه فرقش اینه که Medical Leave موقعیه که اون فردی که حالا شما ازش دارین مراقبت میکنین در خانواده، دکتر تشخیص داده که این فرد ظرف 26 هفته آینده فوت میکنه. وقتی که این حالت وجود داره، قبلا اسمش بود compassionate care leave، الان اسمش شده family medical leave، که تا 28 هفته در هر 52 هفته میتونن از این استفاده کنن. critical illness leave برای مریضی های صعب العلاج هست که 37 هفته برای کودکان، یعنی اگر کسی فرزندش یه همچین مریضی داشته باشه 37 هفته میتونه استفاده کنه. 17 هفته برای کسایی که از حالا یه فرد بزرگ سال با یه بیماری صعب العلاج دارن مراقبت میکنن. Organ Donor Leave، شما اگه بخواین عضوی از بدنتون رو اهدا کنین، کلیتون رو مثلا بخواین اهدا کنین، میتونین بابتش 13 هفته مرخصی unpaid بگیرین. Reservist Leave، کسایی که میخوان برن در ارتش کمک کنن و مثلا یه emergency پیش اومده، مثلا همین سیلی که الان در بی سی اومده، اینا به حالت رزرو در ارتش هستن، حالا میخوان برن کمک کنن، از این مرخصی استفاده میکنن. شرطش اینه که حداقل 6 ماه برای اون کارفرما کار کرده باشن. Child Death Leave که اگر کسی فرزندش فوت کنه میتونه 104 هفته مرخصی بدون حقوق بگیره. بعد Crime Related Child Disappearance Leave، اگر فردی در اثر یک جرم مثلا فرزندشو دزدیده باشن، فرزند باز میتونه اون فرد هم 104 هفته بابت این قضیه مرخصی بدون حقوق بگیره. Domestic or Sexual Violence، اگر فردی مورد آزار جنسی یا خشونت خانگی واقع شده میتونه 10 روز در سال مرخصی بگیره که 5 روز اولش پید هست، یعنی بابت 5 روز اولش بهش حقوق میدن، 5 روز دومش unpaid. Declared Emergency Leave که این شرایط کووید بود که پیش اومد، یه آنتریو در State of Emergency بود که البته 2 جون این تموم شد. اون مدتی که در State of Emergency بودیم، کارمندان میتونستن اگر خودشون کووید داشتن یا اگر از فردی که کووید داره مراقبت میکردن، میتونستن از این Declared Emergency Leave استفاده کنن، یا مثلا اگه مدرسه بچه یه دفعه تعطیل میشد میتونستن از این لیو استفاده کنن. این لیو الان دیگه وجود نداره چون دیگه آنتریو در State of Emergency نیست. اون چیزی که هنوز وجود داره Infectious Disease Emergency Leave، اون برای کساییه که به دلیل کووید شغلشون رو از دست دادن، مثلا اون بیزنس به دلیل کووید اومده یه سری از کارمنداشون حالا یا ساعت کاریشون رو خیلی کمتر کرده یا اونا رو بیرون کرده، اونا میتونن از این Infectious Disease Emergency Leave استفاده کنن. این قرار بود در اواسط سپتامبر پایان پیدا کنه، ولی اکستندش کردن، ادامهش دادن تا آخر امسال. هنوز افراد میتونن از Infectious Disease Emergency Leave استفاده کنن. یه سری
ترینینگ مندتوری یا آپشنال هست در آنتاریو. حالا مندتوریاش در آنتاریو AODA هست که Accessibility for Ontarians with Disability Act هست که برای افراد از کار افتاده است که با اینها شما به عنوان یک کارمند چطور باید رفتار کنین، چه همکارتون باشن، چه مشتری شما باشن توی اون محل کار، با این افراد چطور باید رفتار کنین. این یه ترینینگ مندتوریه که همه کارمندایی که provincially regulated هستن باید ببینن. دولت فدرال اگر کار میکنین این رو مندتوری نیستش. health and safety هست مندتوری که ترینینگ راجب ایمنی و سلامت سرکار این اجباریه. اگه برای دولت فدرال به خصوص کار میکنین security training هست. حالا آپشنال ممکنه جاهای دیگه همینو داشته باشن که از سکیوریتی یا ایمنی فیزیکی گرفته که مثلا شما اگه کسی رو نمیشناسین پشت سر شما داره میاد توی ساختمون راش ندین، باید خودش اون به اصطلاح فاب یا اون کارتو داشته باشه که بتونه در رو باز کنه بیاد تو. در مورد ایمیل سکیوریتی رو ممکنه توضیح بده که خب مثلا شما اگر یه ایمیلی میگیرین از کسی که نمیشناسین و یه لینکی توش هست میگه این لینک رو کلیک کنین، نباید کلیکش کنین به خاطر اینکه ممکنه یه ویروس باشه. یه ترینینگ دیگه که در دولت فدرال مندتوریه، در پروینشال هنوز نشده، وایلنس اند هراسمنت، یعنی آزار و خشونت، که اینو چجوری در محیط کار اجتناب بشه، اگر که پیش اومد چه کارهایی باید انجام بشه. این هم باز در دولت فدرال این ترینینگ مندتوری هست. حالا نقش HR اصلا یا منابع انسانی در هر سازمانی چیه؟ HR نقشش مدیریت چرخه زندگی کارمندانه، یعنی این مدیریت از وقتی که یک کاری رو روی وبسایت میذارن که میخوان بابتش کارمند استخدام کنن شروع میشه. مصاحبه هست، آنبوردینگ هست، ترینینگایی که انجام میشه و اخراج حالا امپلویا، پرفورمنس منیجمنت، تمام اینا رو زیر نظر HR انجام میشه. پالیسی هایی که مربوط به کار و رابطه کارمند و کارفرما در محل کار هستش رو HR تدوین میکنه. بنفیت یا مزایا رو یه قسمتی از HR هست که در اختیار کارمندا قرار میده و مثلا شما اگه سوالی داشته باشین میتونین از اونا بپرسین. HR میاد برای اینکه تمام موارد و این پالیسی ها رو به اصطلاح شفاف در اختیار همه قرار بده، حالا یه employee handbook یا HR manual، personnel manual، اسمای مختلفی در سازمان‌های مختلف داشته باشه. ممکنه الان دیگه حالت فیزیکی یا handbook هم نداشته باشه، الان اکثر جاها روی وبسایتشون هستش، میتونید این اطلاعات رو پیدا کنید. ولی یه سری موارد هست یا این پالیسی ها هست که کامل توضیح داده میشه. مثلا اینکه status of employees، یعنی ما اصلا تو سازمان ما employee part time به چه کسی میگیم؟ casual تعریفش چیه؟ full time تعریفش چیه؟ vacation with pay در سازمان ما چقدره؟ چند هفته در ساله؟ چه public holiday داریم؟ که گفتم مثلا خب federal government این با provincial فرق میکنه. مرخصی هایی که هستش چقدرش paid، چقدرش unpaid، اینا معمولا میاد. معمولا یه پالیسی هست به اسم Drug and Alcohol Free Workplace، یعنی محل کار بدون الکل و مواد مخدر، که بعد خب توش ذکر میشه که اگر کارمندی مثلا مصرف الکل داشته باشه یا مواد مخدر به چه صورتی باهاش برخورد میشه. نکته‌ای که باید بدونین، چون ممکنه که مثلا تو محل کارتون ببینی یه همکاری داریم به نظر میاد الکلیه، ولی خب اینو چرا بیرونش نمی کنن؟ به خاطر اینکه اعتیاد اینجا در کانادا به صورت یه دیسابیلیتی بهش نگاه میشه و کارفرما باید تا اونجایی که براش میسره، میگن to the point of undue hardship،
باید فرصت در اختیار اون کارمند قرار بده، مثلا ساپورتش کنه که بره برای ترک اعتیاد یا حالا ترک اون الکل و مشروبات الکلی، و بنابراین ممکنه شما کسی رو حالا ببینین که یه همچین موردی رو داشته باشه و به خودتون فکر کنین خب چرا اینو بیرونش نمی‌کنن، برای اینکه وظیفه دارن تا یه حدی به اصطلاح یه شانسایی رو در اختیارش قرار بدن تا حالا بعد بالاخره مثلا بخوان یا بتونن بیرونش کنن. مورد بعدی که خیلی مهمه respect in the workplace، یعنی اینکه هم کارمندا و کارمند و کارفرما متقابلا باید به هم احترام بذارن، با احترام با هم صحبت کنن. وقتی که با هم صحبت میکنن در صحبتشون مثلا از تبعیض جایی نباشه، مثلا اینکه بیان بگن همه افرادی که جزء فلان ملیت هستن این کارو میکنن، اینی که شما راجع به یه ملیتی بیاین اینو تعمیمش بدین و بگین همه فلان ملیت این کارو میکنن کار پسندیده نیست در محل کار در کانادا، یا اینکه بگین همه خانوما مثلا رانندگیشون بده، باز این یه استریوتیپیکال حالت دیسکریمینیشن پیدا میکنه، بنابراین این چیزها در محل کار نباید مطرح بشه. مسئله بعدی یا پالیسی بعدی که حتما بهش ممکنه باش رو برو بشین violence in the workplace یا harassment هست، آزار و خشونت در محل کار، که توش ذکر میشه خب اصلا تعریف آزار چیه، تعریف خشونت چیه، اگر شما مورد آزار قرار گرفتین چه مراحلی داره، بعد به کی شکایت کنین، به چه نه هست، چطور این رو HR حل خواهد کرد، همه اینا تو این پالیسی ذکر میشه. مسئله دیگه performance management هست، یعنی حالا مدیریت یا ارزیابی عمل کرد، این که معمولا در خیلی از جاهایی که ممکنه کار کنین میبینین که معمولا آخر سال مدیر با کارمند یه جلسه داره، یه فرمی هست که پر میکنن که صحبت میکنن که ببینن اون پرفورمنس یا عمل کرده اون کارمند اون سال به چه نحوی بوده، چند تا معمولا ریتینگ داره، حالا doesn't meet expectation یعنی پایین تر از اون حد انتظار بوده، یا meets expectation در حد انتظار بوده، یا exceeds یعنی فراتر از حد انتظار بوده، و معمولا بر اساس این اگر که فراتر از انتظار باشه بونس یا حالا پاداش اون فرد میگیره، یا در سازمان هایی که به طور سالانه افزایش حقوق میدن خیلی جاها به همه این رو نمیدن، نگاه میکنن که پرفورمنس فرد چطور بوده و بهش اون افزایش حقوق سالانه یا annual salary increase رو میدن. بنابراین مهمه که ما در محل کار واقعا عملکرد خوبی داشته باشیم و حد اکثر تلاش خودمون رو بکنیم. نکته بعدی که باز مربوط به پرفورمنس منیجمنت هست پروگرسیو دیسپلینه. این یعنی چی؟ یعنی حالا دیسپلین که یعنی حالت تنبیه میشه، پروگرسیو یعنی تدریجی، یعنی کارمندی وقتی که عملکردش خوب نیست مدیرش باید باهاش جلسه بذاره، توضیح بده، نقطه ضعف رو توضیح بده، بعد از چند وقت اگر که هیچ پیشرفتی حاصل نشد اخطار شفاهی میده، ممکنه دو دفعه اخطار شفاهی بده، بعد خب باز اگه پیشرفت حاصل نشد اخطار کتبی به فرد داده میشه و نهایتاً میتونن فرد رو اخراج کنن و به این میگن progressive discipline. حالا خیلی ما راجع به مسئولیت ها یا وظایف کارفرما صحبت کردیم، یه مقدارم راجع به مسئولیت ها یا وظایف کارمندان میخوام صحبت کنم. اولین چیزی که همیشه باید مد نظرتون باشه اینه که خیلی اینجا مهمه که شما آن تایم و به موقع سر کارتون حاضر بشید، و اگر که فکر میکنین که دیر به محل کارتون قراره برسین حتما به مدیرتون تلفن بزنین یا ایمیل بزنین و بهش اطلاع بدین که مثلا حالا 5 دقیقه 10 دقیقه هر چقدر که قرار دیر برسین دارین دیر میرسین. اگر که مریضین و سر کار نمیتونین برین قبل از اینکه اون ساعت کاریتون شروع بشه باید به مدیرتون اطلاع بدین.
وقتی که میخواین اون مرخصی هایی رو که تو چند تا سلاید قبل بود که توی ESA هست اگه میخواین استفاده کنین باید به اون کارفرما ریتن نوتیس، نوتیس کتبی بدین از قبلش. ولی خب طبیعتاً در شرایطی که پیش غیر قابل پیش بینی هست اون ریتن نوتیس رو به محض اینکه امکانش وجود داشت میدین. وقتی که میخواین استعفا بدین باز از شما انتظار دارن که کتباً بهشون معمولا گفتم حداقل 2 هفته است، بعضی جاها 4 هفته 6 هفته نوتیس به اون کارفرما میدین که اطلاع بهش میدین که من از 2 هفته دیگه یا 4 هفته دیگه یا 6 هفته دیگه برای شما کار نخواهم کرد. مسئله احترامه که اشاره کردم بهش، چیزی که الان خیلی توی کانادا مطرحه اینکلوسیو بودن یا اینکلوژن، یعنی رفتار ما و به اصطلاح نحوه حرف زدنمون باید اینکلوسیو باشه، جوری باشه که همه احساس بکنن که واقعا جزوی از اون ساختار یا حالا خانواده کاری هستن، احساس نکنن که خیلی فرق دارن با بقیه یا ناراحت بشن از این قضیه، هیچ تبعیضی نباید وجود داشته باشه. نکته بعدی اینه که هم عملکرد خوب فرد باید داشته باشه. ولی کسی اگر بخواد واقعا خیلی پیشرفت کنه اینه که حالا کارشو داره خوب انجام میده، حالا خیلی عالیه، ولی میگن اینجا همیشه try to go the extra mile، یعنی بیشتر از حتی اون چیزی که حالا وظیفه است سعی کنین که انجام بدین. حالا این چی میتونه باشه؟ میتونه این باشه که شما خیلی اضافه تر کار کنین که بتونین مثلا یه پروژه‌ای رو سریعتر از اون چیزی که باید تموم کنین، یا حالا من یه مثالی رو میزنم در مورد خودم. چند وقت پیش من در محلی که کار میکنم و به صلاح ریکروت میکنم، خب کار ریکروت میکنم ولی اون آفر لتر رو یه فرد دیگه هست که باید به صلاح بنویسه و که بفرسته برای امضا و اصلا کار من نیست که این آفر لتر رو بنویسم. یه روز جمعه بعد از ظهری بود، تقریبا آخر ساعت کاری، یه هایرینگ منیجری میخواست که حتما همون جمعه این آفر لتر به دست اون کارمندی که میخواست استخدامش کنه برسه که اون کارمند حتما بتونه از روز دوشنبه کارش رو شروع کنه. اون فردی هم که آفر لتر رو میزد ساعت 4 بعد از ظهر بود، آلردی رفته بود، ساعت 4 رفته بود، منم اصلا کار من نبود، تا حالا این کار نکرده بودم. سعی کردم از یه همکار دیگه ای فوری اینو یاد بگیرم که خب چطوری در ظرف 10 دقیقه یه توضیح کلی به من داد که خب این آفر لتر رو باید اینجوری کنی، سالریش اینجوری کلکولیت کنی. خلاصه با اینکه کار من نبود، روز جمعه بعد از ظهرم بود، من اضافه موندم تا ساعت 6 بعد از ظهر که این آفر لتر رو حتما اون جمعه به دست منیجر برسونم. خب اون منیجر طبیعتا خیلی از این کار من راضی بود. منیجر منم نبود، یه هایرینگ منیجری بود که داشت برای یک از شغلایی که تحت نظرش بود کارمند استخدام میکرد. طبیعتا خیلی خیلی خوشحال شد که کارش انجام شد اون روز و کاریگه کرد. روز دوشنبه صبح به مدیر من ایمیل زد و از من به اصطلاح کلی تعریف و تشکر کرد که من مثلا کاری که اصلا کار من نبوده بهش کمک کردم. خب اینو بهش میگن going the extra mile. خب وقتی که بخوان به اصطلاح به کسی پروموشنی بدن اینا رو همیشه در نظر میگیرن که آیا شما فقط رفتی سر کار، مثلا سر ساعت رفتی سر ساعت هم مثلا 4 بعد از ظهر اومدی بیرون، یا اینکه وقتی که لازم بوده اضافه تر هم وایستادی که کارشون رو حالا هر جور شده را بندازی. اینا همه توی کانادا خیلی اهمیت داره برای پیشرفت شغلی. خیلی ممنون که با من امشب همراه بودین. اگر که سوالی دارین من در خدمتتون هستم. ممنون از لطفتون، مرسی، بسیار اطلاعات خوبی بود. یکی از دوستان توی چت سوال کرده بودن که طبق قانون آنتاریو چند روز مرخصی داریم که شما اینو در طول پرزنتیشن صحبت کردین و گفتن اگر استفاده نکنیم آیا این مرخصی میسوزه یا پولشو میدن؟ اینو مرخصی رو بعده، مرخصی رو خیلی از محل کار
کری اوور میتونیم بکنیم، یعنی یه مقداریش رو میتونیم به سال بعد به اصطلاح کری اوورش کنیم، سال بعد استفادهش کنیم. ولی بعضی جاها میگن نه، شما باید همه مرخصیتون رو حتما امسال استفاده کنیم. اگر که این شرایط باشه و شما مثلا اون سقفی رو که استفاده باید میکردین نکردین، پولش رو به شما پرداخت میکنن. بسیار عالی، ممنون. خانم آرمان شما دست بلند کردین، میتونین میکروفونتون رو باز کنین، سوالتون رو مطرح. سلام، خیلی ممنون از خوبتون، ممنون از اطلاعاتتون. من در واقع چون که هنوز استخدام فعلا نیستم، قسمت زیادی از صحبتتون فعلا برای من فایده نداشت، ولی من گوش کردم. به خصوص حالا یه جایی که در مورد دیسمیسال صحبت کردین که یه جوری کارفرما شرط بکنه که واقعا نیرو نتونه اونجا باشه، می‌خواستم ببینم که آیا این قانونی که گفتین برای هیچ وقت برای دانشجو هم ممکنه چیز بشه، یعنی حالت هرسمنت ممکنه حساب بشه، یعنی حقوقی برای دانشجو که همچین شرطی کانادا قرار داده یا نه؟ این یه سوالم. یه سوال دیگه هم دارم که حالا اگر که حالا میخواین بعدن میپرسمش اگر اجازه بدید. باشه، خیلی ممنون از سوالتون. دانشجو، حالا من منظورتون اینه که اگر شخصی دانشجوه و داره کار میکنه، منظورتون اینه؟ منظورم یه حالتی بین استاد راهنما و دانشجوه، نه وقتی که داره کار میکنه. من فکر میکنم وقتی که کار میکنه دستش بازتره که از همه حقوقی که شما فرمودین بتونه به نوعی استفاده بکنه. منظورم اینه که آیا توی قوانین کانادا هیچ وقت ندیدم که این برای دانشجو هست، همیشه برای امپلوی حقوقی وجود داره، ولی برای دانشجو من ندیدم همچین چیزی رو. میخوام بپرسم، چون نمیدونم. برای دانشجو خب طبیعتاً شامل این قوانینی که گفتم یا قوانین کاری نمیشه، ولی خود دانشگاه معمولاً یه پالیسی هایی در یه مثلا همون حتماً راجع به وایلنس و هراسمنت پالیسی های وجود داره. شما اگر که مثلا به حالا HR دانشگاهتون شاید مراجعه کنین، اونا بتونن راهنمایی کنن که چه پالیسی هایی وجود داره، ولی خب طبیعتا شامل این مباحثی که من امشب گفتم نمیشه. سوال بعدیتون چی بود؟ سوال بعدی من اینه که آیا شما این تنگ حالا گفتگوهایی که کردین همیشه فقط در مورد حقوق متقابل بین کارمند و در واقع ایمپلویر و ایمپلوی هستش، آیا شما میخوام بگم که راهنمایی های هم میذاریم برای کسی که میخواد مثلا کار پیدا بکنه، چطوری مصاحبه بگیره، یه همچین چیزایی، یه همچین اطلاعاتی هم شما میشه از حضورتون استفاده کنیم، یا اینکه نه مثلا میخوام ببینم که منای دنبال بکنم میتونم نتایج دیگه بگیرم؟ من فکر میکنم که حالا آقای شکوری بهتر میتونن سوال و جواب بدن، ولی فکر میکنم پند قبلا خیلی همچین جلساتی رو گذاشته، ولی من هم حالا چند تا کار قبلی که داشتم، اون کار قبلی نه، دو سه تا کار قبل از اون کارم همین بود، یعنی خیلی کمک بود به اصطلاح تازه واردین. در نتیجه حالا اگر که تقاضا براش باشه میشه هم یه همچین جلسه ای رو هم برگزار کرد، ولی فکر میکنم که پند قبلا خیلی جلسات راجع به این که چطوری کار پیدا کنیم گذاشته. آقای شکوری بهتر میتونن جواب بدن. ممنون. بله، ما جلسات متعددی داشتیم، چون یه برنامه هم اصلا داریم readiness to employment، و ولی حتما الان دیگه باعث خوشحالیمونه بتونیم از تجربیات شما استفاده کنیم. اگر دوستان درخواست داشته باشن حتما میتونیم که یه برنامه دیگه ای رم هماهنگ کنیم که در خدمت شما و بقیه دوستان باشیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی. بعد آقای نظرداد، شما هم دستتون رو بلند کردیم، بفهم. سلام، خسته نباشید میگم خدمتون. خیلی در واقع پریزنتیشن مفیدی بود. منم حالا از همین پترن دنبال کنم، دو سوالی هستم. سوال اولم اینه که در مواردی که در واقع کارمندان رو اتحادیه ریپرزنت میکنه و اتحادیه وجود داره، آیا برای کارمند این امکان وجود داره که بگه من نمیخوام که اتحادیه من رو ریپرزنت کنه و نمیخوام در واقع، چون این ریپرزنت کردن مستلزم اینه که شما یه
در واقع فی دارید پرداخت میکنید برای یک هزینه رو پرداخت میکنید برای اون یونیون. آیا این امکان اصلا وجود داره که بگید من میخوام استخدام شم ولی نمیخوام که اتحادیه نمایندگی من رو داشته باشه؟ سوال دومم هم در مورد کارهای دولت فدراله که در واقع ساختمون محل کار و آفیس محل کار مثلا تو کبک توی گتینوه و کارمند خودش مقیم اونتاریو که اینجا تو اتاوا و کبک خیلی این اتفاق میفته. بعد اون مالیاتی که به درآمد تعلق میگیره بر اساس کبک یا بر اساس اونتاریو یا اینجا استثنایی قائل میشن؟ این موارد رو میخواستم ببینم که اگر شما میدونید یا نه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. این مسئله که فرد آیا میتونه به اصطلاح عضو یونین باشه یا نباشه، فرد باید عضو یونین باشه، ولی اگر پرداخت اون به اصطلاح یونین دیو برخلاف اعتقادات به اصطلاح دینیش باشه، میتونه به جای اون یونین دیوز مثلا دونیشن بده. ولی اینجوری نیستش که فرد بتونه بگه نه من نمیخوام اصلا تحت پوشش یونین باشم. متاسفانه اینجا انتخاب وجود نداره. اینه که فردی اگر که در آنتاریو زندگی کنه، در کبک کار کنه، تکسش معمولا یه مقدار کمتر خواهد بود، ولی برعکس اگر در کبک زندگی کنه، در آنتاریو کار کنه، تکسش بیشتر خواهد بود. حالا اینکه دقیقاً چقدر فرقشه رو نمیدونم، ولی میدونم شما اگر در آنتاریو زندگی کنی، در کبک کار کنی، تکس کمتری پرداخت میکنی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دوست بعدی آقای دهقانی، شما سوالتون رو بفهمید. منم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم بابت برگزاری جلسه. سوالم، حالا چون من وسط جلسه ملحق شدم، شاید توضیح داده باشین در مورد بک‌گراند چک، در خصوص بک‌گراند چک هستش و اینکه کاندیشنال هایرینگ وقتی که میشیم حالا تو مرحله بک‌گراند چک، این به چه معنا هستش و چه شرایطی وجود داره که حالا ممکنه مثلا یه نفر که مرحله مصاحبه ها رو انجام میده توی بک‌گراند چک بخوان احیانا ردش کنن؟ ببخشید اگر سوالم چند تا شدش و طولانی شد، ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. حالا بک‌گراند چک یا حالا بهش میگن سکیوریتی کلیرنس یا پلیس رکوردز چک، اگر کاندیشن یعنی که از شرایط استخدام باشه و طرف نتونه اون شرط رو احراز کنه، طبیعتاً استخدامش نمی کنن. ممکنه بشه یه مدتی طبیعتاً بدن برای اینکه بتونه این رو احراز کنه، یا حالا مثلا چون پلیس رکوردز چک خب ممکنه خیلی طول بکشه، یا حالا سکیوریتی کلیرنس ممکنه خیلی طول بکشه. ممکنه حالا حتی فرد رو بگن خیلی خب پلیس رکوردز چک رو بیذاریم جزو شرط تو حالا شروع کن به کار، بعد مثلا اینو بیار، ولی خب بعد اگه نتونه اینو بیاره میتونن اخراجش کنن. مرسی. نمیدونم حالا جوابتون کامل شد یا نه. جسارتا من خودم الان شرایطی که برام به وجود اومده، یک برای بانک من جاب آفر گرفتم، بعد یکی از پروسه‌هاش این بودش که بک‌گراند چک بشه. یک کمپانی به نام استرلینگ بودش، کمپانی که بک‌گراند چک می‌کردش، اون خودش فقط از من یه سری موافقت نامه گرفتش. اون کمپانی استرلینگ اسمم و مشخصاتم رو گرفت که خودشون کار رو انجام بدن، و در نهایت با توجه به اینکه هویت من ایرانی بود و تازه اومده بودم، فقط عکس پاسپورتم ازم خواستن که خودشون بقیه کار انجام بدن. از من چیز خاص دیگه ای نخواستن، فقط امروز ایمیل زدن گفتن که هایرینگ شما به صورت کاندیشنال انجام شده تا بقیه مراحل ما خودمون انجام بدیم. من حقیقتاً چون آشنایی نداشتم، خواستم یکم ازتون اطلاعات بیشتر بگیرم و راهنمایی. مرسی. نه همین، این آخه بک‌گراند چک فقط یه بخششه، یه بخش دیگه رفرنس چک هم انجام میدن، یعنی با
کسایی که حالا اسمشون از خودتون میگیرن که ببینن شما مثلا در کارهای قبلی چه جور کارمندی بودین. خب اینا رو همه رو بررسی میکنن. مواردی بوده که من چون کارم ریکروتینگه، خب مثلا رفرنس چک اگه انجام بدم و میبینم که طرف اون فردی رو که راجب به اصطلاح اسمش رو به من داده که مثلا قرار راجبش خوب بگه راجبش داره بد میگه، خب طبیعتا اون فرد رو استخدام نمی کنیم. حالا اینی که میگن کاندیشنال احتمالا در مورد شما هم یه مقداری داره طول میکشه این قضیه و اینو نگران نباشین، چون معمولا این کارهای پلیس ریکورد چک و سکیوریتی کلیرنس و اینا خیلی سریع انجام نمیشه، معمولا چند هفته طول میکشه. الان چند وقت هست مال شما؟ مال من الان حدود 10 روزه. فقط میخواستم ببینم احتمال این که مثلا با توجه به اینکه سابقه بدی نداشتم، مثلا احتمال این که بخوان حالا با توجه به سابقه ایرانی بودن و اینها بخوان رد بکنن تو همچین مرحله وجود داره یا خیر؟ تنها نکته که اینجا وجود داره و یه مقدار دستشون رو برای همین این جریان میبنده اینه که اگه شما، چون معمولا وقتی برای پلیس ریکوردز چک میرین از شما آدرس 5 سال گذشتتون رو میخوان حداقل، یعنی یه سابقه 5 سال گذشته شما رو مثلا باید در اتاوا داشته باشین که یا در کانادا داشته باشین که بتونن بررسی کنن. اگر که کمتر از اون باشه، خب اینا هیچی رو ندارن که بهش مراجعه کنن که به اصطلاح بررسی کنن. اون ممکنه حالا یه مقدار قضیه رو بیشتر طول بده، ولی اینی که حالا بخوان شما رو کاملا استخدام نکنن به دلیل اینکه هیچ اون 5 سال سابقه رو در کانادا نداری، اینو راستش خیلی مطمئن نیستم که به چه صورت خواهد بود. خیلی ممنونم، مرسی، دستتون درد. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ممنون. آقای هومن شما هم سوالتون رو مطرح کنه. سلام، خیلی ممنون از ارائه مفیدتون. من خودم کلی یاد گرفتم، دستون درد نکنه، و همچنین از آقا کاوه که همیشه لطف میکنن این برنامه رو ترتیب میدن. من 4 تا سوال، حالا خیلی هم طول نمیکشه فکر میکنم، اگه اجازه بفرمایید دونه دونه میپرسم از خدمتتون. یکی این که مثلا فرض کن یه شرایطی هستش که کارفرما نمیتونه شما رو اخراج کنه، ولی میخواد یه بهونه بیاره که شما برید، مثلا کاری رو که به شما میده کار بیشتر میده، یا یه جورایی داخل محل کار اذیتتون میکنه به صورت کاری، حالا یا مثلا اینجور چیزا رو، مثلا هراسمنت یا مثلا چه میدونم توهین و اینجور چیزا، اینها رو میشه شکایت کرد که مثلا طرف چون با من لج شده داره بیشتر کار میکشه یا داره دیسکریمینیشن انجام میده؟ دیسکریمینیشن رو حتما، ولی خب شما باید بتونین ثابت کنین که این رفتاری که داره با شما میشه به خاطر حالا مثلا اینه که شما ایرانی هستید. خب دیسکریمینیشن رو میتونین شکایت کنین به همون هیومن رایتس به صورت تریبیونال در آنتاریو، که اگر که گوگل کنین به هر حال تلفنشون هست، ایمیلشون هست، یه سری فرم هست که باید پر کنین براشون بفرستین و توضیح بدین که دقیقا به چه دلیلی که شما فکر میکنین که مورد دیسکریمینیشن واقع شدین. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشین اینه که از آخرین باری که این حالا حادثه دیسکریمینیشن یا اتفاق افتاده 1 سال بیشتر نباید گذشته باشه. بیشتر از 1 سال گذشته باشه هیومن رایتس تریبیونال این شکایت رو قبول نمی‌کنه. چیزی که در مورد هیومن رایتس تریبیونال خوبه، یعنی بهتر از دادگاه، اینه که شما احتیاج به وکیل ندارین برای اینکه این شکایت رو بکنین و خود اونا یه سنتری دارن که حتی بهتون میتونه راهنمایی کنه اگه سوالی داشته باشین جواب میدن. معمولا وقتی که شکایتتون، البته خیلی طول میکشه تا بررسی بشه، یه سال خوده‌ای، معمولا قدم اول اینه که از طرفین میپرسن که خب شما میخواین میدییشن انجام بدین قبل از اینکه بریم به ترایبیونال، یعنی اون حالت حکمیت. معمولا طرفین قبول میکنن، با میدییشن میرن جلو. توی میدییشن خب شما مثلا تو اون به اصطلاح فرم شکایتی که پر میکنین یه رقمی رو مینویسین که من حالا به دلیل این تبعیض مثلا این رقم بعد به من خسارت پرداخت بشه،
فرضاً یا به عنوان ستلمنت به من پرداخت بشه که توی میدییشن روی این رقم به اصطلاح مذاکره میشه. اگر بعد از اون جلسه میدییشن به نتیجه برسن طرفین که خب ستلمنت انجام میشه، حالا کارفرما اون پول رو پرداخت میکنه، و اگر به نتیجه نرسن اون وقت میره به Human Rights Tribunal. سوالتون رو نمیدونم جواب دادم. آره این تیکش رو که لطف کردید، منظورم این بود که حالا به غیر از خود دیسکریمینیشن از نوع هیومن رایتس و اینا، مثلا فرض کنید که کار زیاد بده، نه به خاطر ملیت و اینا، به خاطر اینکه کلا از شما خوشش نمیاد از شخصیتتون یا هر چیزی که هست، میخواد شما رو به صورت غیر مستقیم چیز کنه که شما برید از اونجا. یه همچین چیزایی رو چجوری میشه اصلا میشه ثابت کرد، میشه شکایت کرد که این نه، به خاطر اینکه اینو شما نمیتونید ثابت کنین که این از من خوشش نمیاد، چون از من خوشش نمیاد داره به من کار بیشتر میده. چیزی نیست که بتونین ثابتش کنین. من پیشنهادم به شما اینه که دنبال کار دیگه ای بگردین. آها، پس این خبر بده دیگه. خب حالا سوال بعدی اینه که HR نباشه اگه بخوایم شکایت کنیم باید بریم دادگاه شکایت کنیم یا حالا باز که همچین موردی میگم، آخه چیزی نیست که بتونین شما ثابتش کنین که اصلا بخواین بابتش بریم. نه اونو نمیگم، کلا عرض میکنم، یعنی کلا بله، اگر اچاری وجود نداشته باشه که شما حالا بتونین به هر حال طبق مراحلی که اونا پیش بینی کردن بخواین شکایت کنین، خب بله مرحله آخر آخرش اینه که یه وکیل بگیریم بریم دادگاه. این خیلی هزینه زیادی داره و اینکه اگر شما در دادگاه بازنده بشین تمام هزینه های دادگاه و وکیل طرف مقابل رو هم باید بپردازید. حالا نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید. بسیار خوب. سوال بعدی من این هستش که این اگر که دوره استخدام چیز باشه، یعنی تاریخ داشته باشه، مثلا فرض کنید رزیدنس اینجوری هستش که اتوماتیک تمدید میشه شما اگه اجاره بشینید، بعد از اینکه قراردادتون تموم بشه ماه به ماه میشه، شما تا هر موقعی که دلتون بخواد میتونید بشینید. این چه جوریه؟ اینکه تموم بشه شما دیگه باید برید یا اتوماتیکلی تمدید میشه؟ به صورت اتوماتیک نیست، ولی کارفرما با توافق کارمند میتونه تمدیدش کنه. ولی اگه نکرد باید نوتیس بده قبلا دیگه، درسته؟ نوتیس لازم نیست بده، به خاطر اینکه اون یه مدتی داره، یعنی شما از قبل میدونین اینو که فلان موقع قراره قراردادتون تموم بشه، بنابراین دیگه نوتیس ممکنه لطف کنه بهتون نوتیس بده ولی لزومی نداره که بده. آها. و سوال آخر این که فرمودید پی کویتی اینها جزء حقوق کارمند هست، خب معمولا افراد حقوقشون رو نمیگن و پرسیدنش هم مثل که خوب نیست، این رو چجوری میشه فهمید که بر این رو اینو بیشتر برای از طرف کارفرما و بیشتر هم توی کارهای دولتی در نظر میگیرن، یعنی هر سال باید کارهای دولتی یه گزارشی به دولت بدن که دولت اینا رو آدیت میکنه که واقعا پی اکویتی وجود داره یا نه. اینو شما به عنوان کارمند همونطور که گفتین چون نمیدونین که بقیه چقدر حقوق میگیرن و درست هم نیست که بپرسین، شما به عنوان کارمند اینو نمیدونین، ولی وقتی که اون محل کار اون گزارش رو میفرسته اینا همه بررسی میشه. آها. خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم. ممنون. یکی از دوستان تو چت پرسیدن که آیا امکانش هست در مورد مزایایی که اتحادیه ممکنه برای کارمند فراهم کنه هم توضیح بدید؟ مزایایی که ممکنه فراهم کنه، یکی همون به اصطلاح بنفیته، حالا که این بنفیت ها هلث هست، مثلا این که شما فیزیوتراپی بخواییم برین، دنتال هست برای چزین های دندان پزشکی، دارویی، مرخصی های بیشتر، مثلا اینا همه مزایایی که، یا مثلا ممکنه که بستگی حالا به شغل، اینی که مثلا اگر که شما اضافه کار وای میسین هزینه غذا بعد به شما چقدر پرداخت بشه. بازم میگم اینا آخه هر یونینی واقعا اون کلکتیو اگریمنتش شرایطش فرق میکنه با یونینای دیگه، در اینچه نمیشه اینا به طور کلی گفت که همه یونینا مثلا این مزایا رو در اختیار کارمنداشون قرار میدن. اینا همه چیزاییه که هر یونینی
با اون کارفرما جدا جدا رفته نگوشییت کرده، ولی به طور کلی هم چیزایی که هست سیکلیو وکیشن نمیدونم میل اکسپنس که گفتم و هلت اند دنتال بنفیتس. بسیار عالی، ممنون. خانم نوری شما هم دست بلند کردین، سوالتون رو میتونید مطرح کنید. سلام خدمت همگی، ببخشید که من دیر رسیدم. سوالم در واقع دو تا سوال دارم، نمیدونم شاید هم این سوالا مطرح شده باشه. من 5 سال کارمند فول تایم یک کمپانی بودم، کمپانی ریتیل. در طول مدت کرونا در واقع تمپوری لی آف شدم و ای آی میگرفتم. از ماه جولای که همه جا باز شد و همه چی به حالت نرمال برگشت، من دیگه دعوت به کار نشدم. همچنان دارم ای آی میگیرم و هر بارم که با رئیسم صحبت میکنم میگن که فعلا خبری نیست، ولی میدونم خب کارمندای پارت تایمی به جای من مشغول کار شدن اونجا. خواستم ببینم پیشنهاد شما چیه در این مورد که و به منم اجازه نمیدن که به در واقع هد آفیس ایمیل بزنم و از اونا بپرسم، یعنی این مراتب همچنان هست که فقط من از طریق منیجر مغازه میتونم اطلاعات رو بگیرم. این یک سوال من هست، ممنون. من اینو جواب بدم، حالا بعد سوال بعدی. اون نمیدونم شما بودین اون موقعی که راجع به اون infectious disease leave حرف میزدم، اون همین لیویه که به اصطلاح یه کارمند میگیره به خاطر که یه بیزنسی در اثر کووید حالا کارش کم شده یا کارشو از دست داده. این تا آخر امساله. اگر بعد از آخر امسال هم، یعنی از ژانویه هم باز به شما کار ندادن، این دیگه میشه constructive dismissal که اینم بحث کردیم، یعنی که به شما یا اصلا به کلی ساعتهای کاری شما رو از شما گرفتن یا حالا انقدر کم کرده باشن که اصلا خیلی عوض شده باشه شرایط کاری شما. فعلا چون این شرایط برای infectious disease leave وجود داره تا آخر امسال، خیلی دست شما باز نیست، ولی اگه از اول ژانویه این ادامه پیدا کرد، شما اینو میتونید به طور جدی پیگیریش کنین به خاطر اینکه این constructive dismissal حساب میشه. بله، در واقع حس من این بوده که یه جورایی در واقع منو به سر میدونن که من خودم در واقع کویت کنم، ولی خب من همچنان هستم. ممنون از این پاسختون. سوال دومم اینه که در مورد کارهایی که قرارداد ندارن و همه چیز شفاهی مطرح میشه، چه پیشنهادی داریم؟ چطوری هستش؟ ببینین، قرارداد در آنتاریو قرارداد شفاهی هم به اندازه قرارداد کتبی سندیت داره. یه چیزایی رو که حالا اگر که نمیخوان که با شما قرارداد کتبی ببندن، یه کاری که مثلا بعضی وقتا میشه کرد، میشه در یه ایمیلی به منیجرتون مثلا یه چیزایی رو ذکر کنی، بگین مثلا following our discussion مثلا در فلان روز ما به این چیزا با این سر این چیزا توافق کردیم، بعد ذکر کنین که سر چه چیزایی توافق کردیم. اینجوری حالا یه مقدار به این سندیت میده. بازم خب طبیعتاً قرارداد کتبی نیست، ولی نشون میده که خب آره شما واقعا یه دیسکاشنی داشتیم و واقعا مثلا این حرفا توی این دیسکاشن زده شده. پیشنهاد من اینه، امیدوارم که حالا بتونه کمک کنه بهتون. ممنون. یعنی در واقع با نوشتن ایمیل من این رو به شکل کتبی در بیارم که سندی داشته باشم. دقیقاً. بله. بله. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. روی میوت هستین آقای شکوری، صداتون نمیاد. خب الان صدای منو دارین؟ الان صداتون میاد. بله. دوست دیگه ای دست بلند نکردن توی چتم، من همه سوالا رو مطرح کردم، سوال دیگه ای نیست. اگر که دوستان سوالی ندارن دیگه میتونیم که جلسه رو خاتمه بدیم و نمیدونم دیگه هنوز چند لحظه هم میتونیم. آه یکی از دوستان بلند کردن، آقای نظرداد بفهم. ببخشید، من میخواستم یه چیز رو تجربه شخصی فقط اضافه بکنم، چون من توی یکی از محل کارهایی که بودم
خودم جزو نماینده های در واقع اتحادیه بودم، یکی از در واقع مزایای عمده اتحادیه اینه که در مواردی که اختلاف پیش میاد بین کارمند و کارفرما، خیلی خوب میتونن شما رو تو اون پروسه گریونس یا کمک بکنن و خیلی وقتا اگر که حالا یه مقدار به قول معروف میان کار بیخ پیدا بکنه، تو زمینه‌های قانونی و حقوقی و لیگال هم میتونن شما رو کمک کنن و شما رو میتونن در واقع به عنوان نماینده شما رو توی اون جلسه گریونس پریزنت کنن. این رو من چون تجربه شخصی داشتم میخواستم بگم از مزایای اتحادیه. خیلی ممنون، مرسی. ممنون از لطفتون. خب اگر دوستان سوال دیگه ندارن جلسه رو میتونیم همینجا خاتمه بدیم. من ویدیوی برنامه رو آماده میکنیم، روی وبسایت پند میذاریم و دوستان بعدا میتونن مراجعه کنن. بسیار عالی، ممنون از لطف همه دوستان. مرسی از شما خانم آزاد که این وقت رو در اختیار ما قرار دادین و اطلاعات بسیار خوبی رو با دوستان به اشتراک گذاشتین. امیدوارم که به زودی بتونیم با موضوعات دیگه و برنامه های دیگه باز در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون آقای شکوری که این جلسه رو برگزار کردین و بابت همه خدماتتون به کامیونیتی ایرانی هم ازتون ممنونم و همینطور از همه دوستان برای اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. خیلی متشکر، شب خوش. مرسی، شب همگی بخیر.